پیکر قربانیان اوکراینی سرنگونی پرواز تهران کیف وارد این کشور شد. در کیف پایتخت مراسمی با حضور نخست وزیر و رئیس جمهوری اوکراین برای قربانیان برگزار شد. هواپیمای مسافربری اوکراین 12 روز پیش با موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران در نزدیکی فرودگاه امام خمینی تهران ساقط شد و 176 سرنشین آن از جمله 11 اوکراینی کشته شدند. ایوان استروزنیوک خبرنگار بی بی سی مانیتورینگ از کیف از فضای عمومی در جریان مراسم گفت. فضای عمومی اوکراین امروز خیلی غمزده بود. تمام شبکه‌های مهم تلویزیونی تصویر ورود تابوت 11 قربانی سرنگونی هواپیما را به صورت زنده پخش می‌کردند و مراسم با حضور رئیس جمهور و نخست وزیر در فرودگاه بین‌المللی کیف برگزار شد. تقریبا تمام کارکنان شرکت هواپیمایی بین‌المللی اوکراین هم حضور داشتند. چند تا مراسم هم صبح برگزار شد. مثلا بعضی راننده‌ها بوق ماشین‌هاشون را به یاد قربانی‌ها به صدا درآوردند. اما غیر از این به لحاظ اظهار نظر یا بیانیه‌های سیاسی امروز چندان خبری نبود، چون به هر حال امروز یک شنبه است. واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی بین بلاگرها، افراد ذی‌نفع و مرتبط و مردم عادی خیلی مختلف و متفاوت بوده. خیلی‌ها از اینکه این تعداد از مقام‌های عالی رتبه برای این مراسم به فرودگاه رفته بودند، جداً تحت تأثیر قرار گرفتند. و همینطور از اینکه این مقدار وقت و نیرو برای ادای احترام و برگزاری مراسم برای این 11 قربانی صرف شده. اما از طرفی هم بعضی ها گفتن که همچین مراسمی شاید تا حدی زیادی بوده و بعضی دیگه هم گفتن که چرا چون این مراسمی برای سربازهایی که در مبارزه با شورشی ها کشته شدن برگزار نشد. سال 2019 130 سرباز اوکراینی کشته شدن. چرا تابوت اونها رو با پرچم اوکراین نپوشاندن و در مراسمی با ادای احترام به کیف نیاوردن؟ و چرا نخست وزیر و رئیس جمهور به استقبال تابوت اونها نرفتند؟ این چیزی که بعضی ها رو در شبکه‌های اجتماعی از این مراسم آزرده کرده. بعضی ها هم به تئوری توطئه رو آوردند و این مراسم امروز رو نشونه از نفوذ بیش از حد ایوو پولومویسکی توصیف کردند. او یک تاجر معروف اوکراینی است که شهرت خیلی خوبی نداره و تصور میشه که از حامیان رئیس جمهور زلنسکی در کارزار انتخاباتی سال گذشته بوده. علاوه بر این پولومویسکی صاحب شرکت هواپیمایی بین المللی اوکراین هم هست که هواپیماش روز 8 ژانویه هدف قرار گرفت. به همین خاطر مردم اینطور گمان میکنن که او شاید مهمتر و بانفوذتر از اونیست که به نظر میرسه. از طرف این هم البته طبیعیه که کارکنان شرکت هواپیمایی بین المللی اوکراین به خاطر اینکه همکاراشون کشته شدن بیان و در این مراسم شرکت کنن. ولی در همین حال گفته میشه که اینها فقط 11 نفر بودند و برای کشته شده های حادثه های دیگه چرا چنین مراسمی برگزار نمیشه؟